اگر برون رود کلی شود دلم مهر تو چون شد میشم دور از تو نیست من میشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده با خاک ایران ما سلام، من دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه رادگرز هستم. به این برنامه ایران آینده در تلویزیون صلح شورای امریکاییان و ایرانیان است. به برنامه خوش آمدید و از اینکه به این برنامه گوش میدید بسیار متشکریم. گفتار امروز من روی ملی‌گرایی و لزوم بازسازی آن تمرکز دارد. اجازه بدید اول این رو عرض کنم که هدف من از طرح این بحث در واقع ایجاد یک چارچوب فکری برای پیشرفت ایران آینده است. من اعتقاد دارم که بحثی رو که امروز مطرح می کنم و در آینده ادامه خواهم داد این ظرفیت رو دارد که یک فکر نو برای توسعه ملی ایران به وجود بیاورد. در واقع این بحثی رو که می کنم خواهید دید که انسجام دارد. این بحث از همه مهمتر اعتقاد دارم جدید هست، عملگرا هست و اینکه این بحث میتونه یک شروع خوبی برای همه ما باشد. توجه بدم که من در اینجا با اینکه یک آکادمیک هستم یه بحث آکادمیک نمیخوام بکنم، بلکه میخوام این بحث رو یک جوری شروع کنم، یک جوری ادامه بدم که در واقع احاد ملت ایران بتوانند ازش چیزی بگیرند. در واقع یک هدف آموزشی هم پشت سر این بحث وجود داره، سوای هدف عملی اون برای پیشرفت کشور عزیزمون به جلو. من اعتقاد دارم که در گذشته این نوع برخوردی رو که من دارم با این بحث میکنم رو کسی نکرده. یعنی ما در ایران رهبرای سیاسی زیادی داشتیم که ادعا کردن ملیگرا هستن، که به دنبال توسعه کشور هستن و میخوان برای مردم یا برای کشور کار بکنند، اما کسی از اونها نتونسته یک تفکر منسجم، یک چارچوب عملی جلوی پای ملت بگذارد. من امیدوارم که به کمک شما موفق بشیم این کار رو انجام بدیم. و اما برگردم به بحث ملی‌گرایی. در اینجا من میخوام در چند بخش این بحث رو ادامه بدم. یکی این که اصلا ملی‌گرایی یعنی چی؟ و رابطهش با مثلا وطن پرستی چیست؟ دوم اینکه اصولا این ملی‌گرایی در ایران از کی شروع شد؟ تحولاتی که داشت چی بوده؟ و عواملی که به اون صدمه زدن کدامند؟ و بالاخره اینکه بحث ملی‌گرایی رو چگونه میشه بازسازی کرد؟ و در واقع اون اصولی رو که اون چارچوبی رو که در واقع باید ازش یا از اونها استفاده کرد به ملی‌گرایی رو بازسازی کرد کدومند. اول تعریف ملی‌گرایی. ملی‌گرا کسی است که منافع ملت خودش رو، کشور خودش رو بر منافع فردی و شخصی خودش ارجح بدارد.
تا اونجا که حتی حاضر باشد جان خودش رو هم فدای کشورش بکند. البته این شاید در واقع اون نهایت ملی‌گرایی باشد، اما به هر حال ملی‌گرا کسی است که وطنش رو دوست داره، مردمش رو دوست داره و به خاطر منافع این وطن و مردم از منافع خودش میگذره و هر موقع بحث منافع کشور و مردم در میان باشد اونها رو بر منافع شخصی خودش ترجیح میده. اما معناش این نیست که البته مردم منافع شخصی خودشون رو دنبال نکنند، فرد منافع شخصی خودش رو دنبال نکنه و به دنبال برآورد کردن نیازهاش نباشه. این به هیچ وجه معناش این نیست. اما به هر حال منافع ملی رو باید در واقع ارجح داد اگر ملی کسی هست. خب این یه تعریف خیلی ساده ایه و در این چارچوب اگر ما صحبت بکنیم اون وقت میبینیم که نیروهای ایرانی مثلا در ایران در دورانهای مختلف یک برخورد متفاوتی با این به اصطلاح ارزشی که بهش ملی‌گرایی میگیم کردن، یعنی فاکتورهای مختلفی رو وارد این ارزش کردن و در چارچوب اون فاکتورها در واقع در حرکت کردن و فکر کردن. به طور مشخص اگه بخوام صحبت بکنم باید بگم تحول ملی‌گرایی در ایران خب الان یه تاریخ تقریبا 200 ساله داره. شاید بشه گفت که ملی‌گرایی در ایران با عباس میرزا شروع شد، یعنی ملی‌گرایی مدرن جدید ایران. اون موقع ملی‌گرایی به اعتقاد من سرزمینی بود، یعنی زمینی بود. یعنی عباس میرزا یکی از نمایندگان به اصطلاح درباری کشور بود که منافع اصلیش سرزمین بود، زمین بود، یه فیودال بود، به اصطلاح نماینده دولت فیودال بود. و این دولت فیودال در واقع سرزمین براش از همه چی مهمتر بود و بنابراین وقتی که بحث سرزمین مطرح می شد وارد جنگ هم می شدن، دعوا می کردن به هم. در واقع تاریخ دعواهای دنیا تقریبا اکثرا روی همین سرزمین بوده. جنگ هایی رو که ایران و روس کردن در سالهای اوائل 1800 در واقع اوائل قرن 19 اساسش مثل گذشته سرزمین بوده. روسا میخواستن سرزمین های ایران رو از فیودال های ایران بگیرن، فیودال های ایران در مقابلش مقاومت میکردن و برحال و این در واقع این مقاومت در مقابل فیودال های روسی که میخواستن سرزمین ایران رو بگیرن به یک شکلی در واقع در چارچوب ملیگرایی، دفاع از ملیگرایی از سرزمین ایران مطرح بود. خب چیز بدی هم نبود و مشکلی هم باش نداریم. در واقع بحث خیلی مهمی هم هست که به هر حال ملی‌گرایی یه بخشش تو سرزمینه. بعدها این ملی‌گرایی، خب ملی‌گرایی زمان عباس میرزا، اینم بگم که متاسفانه با شکست ایران در جنگ‌های خودش با روس یا جنگ‌های روس بر علیه ایران این ملی‌گرایی صدمه دید. یعنی اون ملی‌گرایی که بر علیه روسا علم شده بود صدمه دید. سرزمین‌های ایران تو قفقاز از دست داده شد و غیره. بعدها در زمان امیرکبیر مشخصا در اواسط قرن 19 سالهای 1850 ملی‌گرایی یک مقدار در واقع وسعت فکریش بیشتر شد و به جای اینکه فقط به سرزمین فکر بکنه ملی‌گرایی به توسعه هم فکر کرد. اینجا دیگه ملی‌گرا فقط کسی نبود که میخواست سرزمین ایران رو حفظ کنه، بلکه میخواست این کشور رو توسعه هم بده.
ولی چون توسعه این کشور رو به اصطلاح در گرو مبارزه با غرب یا با انگلستان مثلا میدید، این ملی‌گرایی در واقع عملاً ضد غربی هم شد، یعنی در واقع ملی‌گرایی شد به اصطلاح یک کاری که یا حرکتی که باید ملت ایران در مقابل غربی که میخواد این تو کشور توسعه نکنه قرار میگه. بنابراین در واقع ملیگرایی نوع امیر کبیری در واقع یه ملیگراییه که مخلوطی از سرزمین رو داره ولی در این حال به توسعه فکر میکنه. اما این خیلی حرف مهمیه، این توسعه هنوز توسعه فیزیکیه، سرزمینیه، یعنی بحث توسعه صنعت راه ساختمون جاده است و از این حرفا، بحث توسعه مردمی نیست، یعنی بحث عدالت نیست، بحث آزادی نیست، بحث ساختن یه اقتصاد شکوفا که درش مردم کار میکنن و از این حرفا نیست، بلکه در واقع هنوزم دارن به بحث سرزمین، به سرزمین فکر میکنن، به بهسازی سرزمین فکر میکنه در واقع. هم یعنی عباس میرزا اگه به حفظ سرزمین فکر میکرد، امیر کبیر داره به بهسازی اون هم فکر میکنه. خب این خودش یک قدم جلوتر بود. ما به هر حال میرسیم به رضا شاه مثلا توی این پروسه جریان. حالا من این وسط میخوام دوره انقلاب مشروطیت رو بذارم کنار، چون اونجا یک حرکت بسیار مهمی اتفاق افتاد، ولی من برای اینکه بتونم این ملیگرایی رو مشخصا به معنایی که با عباس میرزا شروع شد ادامه بدم، اجازه بدید بپرم به زمان رضا شاه. در زمان رضا شاه ملیگرایی در واقع شکل ضد غربیشو از دست داد و رفت یک در واقع شکل هویتی به خودش گرفت، یه هویتی تاریخی. یعنی در واقع ملیگرا کسی بود که مثلا با کوروش و داریوش افتخار میکرد، نمیدونم ساختمونهای ما باید شکل ساختمونهای به اصطلاح تخت جمشید باشه و از این حرفا. این در واقع یه نوستالژیا، یک در واقع بینش به گذشته مطرح شد در رابطه با ملیگرایی. علتی هم که این اتفاق افتاد این بود که در از زمان در واقع امیر کبیر به این ور یه سری حرکت های مردمی و انقلابی تو ایران شکل گرفت، جنبش تنباکو، جنبش انقلاب مشروطیت، و اینا یک جریان جدیدی از به اصطلاح بحث ملت رو آوردن وسط، که بحث شهروندی رو آوردن وسط و که در واقع به اصطلاح اساس ملیگرایی باید میشد. بعد ولی الان خدمتتون چند لحظه آینده عرض میکنم که این شکست خورد. و از طرف دیگه در همون مواقع سوسیالیسم هم توی روسیه موفق شد، حکومت اتحاد جماهیر شوروی رو درست کرد و اون سوسیالیسم هم خود شد یه علت دیگری برای اینکه به این ناسیونالیسم ایران یک فشار وارد بیاد. یعنی در واقع سوسیالیسم هم یک ایده تمام جهانی، یعنی جهانی بود و در چارچوب یه ملت قرار نبود یا یک کشور قرار نبود این سوسیالیسم شکل بگیره. بنابراین این ناسیونالیسم ایران که خیلی ایرانی و سرزمینی و فیزیکی شده بود زمان عباس میرزا و امیر کبیر، یواش یواش با اومدن سوسیالیسم اون به اصطلاح تمرکز سرزمینیشو ازش گرفتن و نیروهای طرفدار شهروند شدن و دموکراسی و اینا یه دفعه رفتن به سوی سوسیالیسم و این سوسیالیسم جهانی بود و در واقع از مرزهای ایران خارج شد. در واقع سوسیالیسم اومد در مقابل ناسیونالیسم ایران قرار گرفت. برحال میخوام بگم که ما در این مقطع برحال ما وارد یه میدونی شدیم که ناسیونالیسم ما به طرف به اصطلاح گذشته ما رفت که رضا شاه نمایندهش بود. اما
قبل از اینکه رضا شاه وارد این میدون بشه، همونجوری که عرض کردم تو ایران یه انقلاب خیلی بزرگ شد به نام انقلاب مشروطیت. این انقلاب به نظر من در واقع میشه گفت نقطه شروع ناسیونالیسم واقعا مدرن و درست ایران بود، یعنی ناسیونالیسمی که اساسش روی ملت سازیه، یعنی نیشن بیلدینگ، در واقع ملت سازی. به این ملت سازی هم در واقع بحثش شهروند سازی بود، بحثش این بود که باید این ملت شهروند بشن، باید حقوق اجتماعی داشته باشن، حقوق سیاسی داشته باشن، حقوق اقتصادی داشته باشن و غیره و غیره. بنابراین انقلاب مشروطیت این بازی سرزمینی و فیزیکی با ملیگرایی رو تا حدودی به هم زد و این رو آورد یک جریان مردمی بهش داد، یعنی ملیگرایی در ایران یک شکل مردمی پیدا کرد، یعنی اینجا دیگه فقط سرزمین نبود بلکه مردم هم بودن که باید حقوق داشته باشن، باید دیگه رعیت نباشن، باید بتونن رأی بدن، باید برن انتخاب بدن، بکنن انتخاب بشن و از این حرفا دیگه. بنابراین انقلاب مشروطیت شروع بسیار مهمی برای رشد و توسعه ملی‌گرایی واقعی تو ایران بود. متاسفانه این انقلاب شکست خورد. این در واقع همون نیروهایی که باز در گذشته ملی‌گرایی فیزیکی یا جغرافیایی رو شکست داده بودن، یعنی روسا و انگلیسیا، باز هم بعد از انقلاب مشروطیت وارد میدون شدن به این مثل ملیگرایی جدید رو که اساسش فقط سرزمین نبود بلکه ملت بود رو هم آورد به اینم شکست داد. به این شکست از تهش تا آخرش رضا شاه در اومد که در واقع همونچی که عرض کردم دیگه، چون ملیگرایی به معنای سرزمینی شکست خورده بود، به معنای جغرافیایی شکست خورده بود، به معنای مردمی شکست خورده بود، رضا شاه اومد و سعی کرد که این ملیگرایی رو برای اینکه از گزند غربی ها و شرقی ها، یعنی از روسا و انگلیسی ها و اینا در امان بمونه، اومد و اصلا بازی رو عوض کرد. گفت تو ایران ملیگرایی یعنی همون در واقع علاقه به گذشته، زنده کردن این ارزش ها و هویت گذشته، رفتن به سوی بزرگ کردن این کشور در چارچوب اون چیزی که ما داشتیم زمان کوروش و داریوش و از این حرفا، به در واقع یک بحث نوستالژیا در رابطه با گذشته رو به خودش گرفت و در واقع گذشته نگر شد، گذشته خواه شد و در واقع گذشته زده شد. به این گذشته زدگی ادامه داشت تا وقت ها، تا مدت ها که تا وقتی که میگفتن ملیگرا، میگفتن آقا ملیگرا کسیه که به گذشته ایران و به داریوش و کوروش و اینا افتخار بکنه. به یک شکلی رضا شاه ملیگرایی رو دوباره برگردانده بود، سرزمینی کرده بود، با این تفاوت که این سرزمین دیگه ایران امروز نبود، این سرزمین ایرانی بود که 2200 سال از تاریخش گذشته بود و اصلا مرده بود، وجود نداشت. سرزمینی که کوروش داشت و داریوش داشت اصلا ربطی به سرزمینی که الان ما داشتیم جز در یک محدوده کوچیکی معنی نداشت دیگه. به هر حال رضا شاه ایران رو برد اونجا، این سرزمین به اصطلاح ایران رو برگردون به سرزمین کوروشی و داریوشی. و اما این جریان با جنگ جهانی دوم و سرنگونی رضا شاه دوباره عوض شد. در ایران دوباره بحث مردمی ملیگرایی شروع شد، مردم ریختن تو خیابونا، خواهان دموکراسی و حقوق بشر و اصلاحات و از اینا شدن و بالاخره از تو این جریانی که تو ایران شکل گرفت، تو چپا بودن که عرض کردم که دنبال اصلا ملیگرایی نبودن، دنبال سوسیالیسم جهانگرا بودن، اسلامی ها توش بودن که اصلا دنبال باز ایران و ملیگرایی نبودن، دنبال اسلام بودن که اونم یه پدیده جهانیه و یک فکر جهانیه. بعد توش نیروهای غربی بودن، طرفداران دموکراسی غرب و اینا بودن که اونا هم در واقع غربگرا بودن و ربطی به ایران نداشتن، ولی خب در این حال هم یه عده توش بودن که دنبال همون فکر رضا شاه و اینا بودن. به این
جریان بالاخره به آخرش رسید به آقای مصدق، مرحوم مصدق. آقای مصدق اومد دوباره این ملی‌گرایی رو یه تعریف دیگری، تعریف سرزمینی بهش داد. یعنی در واقع اومد به این جریانی که شروع شده بود برای اصلاحات و اینا رو متمرکز کرد روی مسئله ملی کردن نفت. یعنی در واقع بازم ملی‌گرایی تو ایران شد مبارزه با غرب برای حفظ در واقع منابع کشور. این منابع کشور در واقع تعریف شد به عنوان حفظ منافع کشور. در واقع منابع کشور، منابع فیزیکی کشور به منافع ملی کشور تبدیل شد. این ملی‌گرایی به نظر من یه ملی‌گرایی عقب‌گرا بود در رابطه با اون چی که با انقلاب مشروطیت شروع شده بود. یعنی انقلاب مشروطیت خیلی پیشرفته تر از مثلا حرکت ملی‌گرایی آقای مصدق بود. چرا؟ برای اینکه عرض کردم توی با انقلاب مشروطیت ملت اومد وسط، به در واقع شهروند سازی و ملت سازی مطرح شده بود که بعد شکست خورد از طریق روسا و طرفداران استبداد و دولت فیودال و اینا، و بعدم که از توش رضا شاه در اومد که به طرف گذشته رفت، و بعدم وقتی که بعد از رضا شاه ملت میخواستن دوباره ملیگرایی رو مردمیش کنن، بازم با جنبش نفت، ملی کردن نفت، این جریان به بیراه رفت، به رفت به طرف ملی کردن نفت و مقابله با غرب که در چارچوب اون قرار شکل میگرفت، و در واقع دوباره ما برگشتیم به ملیگرایی سرزمینی. این یعنی در واقع اینجا حالا این ملی‌گرایی سرزمینی، خب عرض کردم یه وقتی سرزمین زمین بود، زمین فیودالی بود، بعد یه وقتی کار ساختن کارخونه و نمیدونم راه و اینا بود، حالا هم برگشته به جریان بازم همون ملی‌گرایی سرزمینی، ولی این دفعه منابعی هست، منابع زیرزمینی مثلا. برحال این تاریخ ملی‌گرایی تا اینجاست. ملی‌گرایی بعدها، خب بعد از اینکه مصدق شکست خورد زمان محمد رضا شاه، بازم به یک شکلی برگشت به در واقع یک امتزاجی، یک ترکیبی از ملی‌گرایی زمان رضا شاه پدرش و ملی‌گرایی امیرکبیری که در واقع ملی‌گرایی در واقع گذشته و سرزمینی بود. یعنی محمد رضا شاه در واقع اومد ملی‌گرایی ایران رو در چارچوب این تعریف نکرد که با غرب مبارزه کنه، بلکه باید با این در این چارچوب تعریف کرد که باید گذشته ایران رو مثل پدرش زنده بکنه و در عین حال هم باید کشور رو به طور سرزمینی رشد بده، راه بسازه، ساختمون بسازه، عرض کنم صنعت بسازه و غیره و اینا، و در واقع کشور رو مدرنیزه بکنه. این مدرنیزه کردن سرزمین، جغرافیا، این زمین کشور، و در عین حال این فکر به اصطلاح افتخار به گذشته، در واقع این مخلوطش اساس ملی‌گرایی محمدرضاشاهیه. انقلاب اسلامی این ملی‌گرایی رو به اصطلاح به نقطه اتمامش برد، به اینو از بین برد در واقع، و در واقع عملا ملی‌گرایی رو تو ایران به اون معنایی که تا اون موقع داشتیم از بین برد. یعنی در واقع هم ملی‌گرایی زمینی عباس میرزا، جغرافیایی سرزمینی امیرکبیر، یا گذشته رضا شاه، یا منابعی آقای مصدق و اینا رو گذاشت کنار و اومد ملی‌گرایی ایران رو در واقع در چارچوب اسلام‌گرایی مطرح کرد، و در این اسلام‌گرایی اومد مردم رو هم وارد میدون کرد. یعنی اومد گفت که اسلام‌گرایی یعنی در واقع به جای اینکه بعد ایران صحبت بکنیم، بعد از اسلام صحبت بکنیم، چون اسلام جغرافیا نداره، و وقتی که از اسلام صحبت میکنیم از امت مسلمان داریم صحبت میکنیم، بنابراین از مردم ایران داریم حرف نمیزنیم، و امت مسلمان هم یک شرایطی رو میخوان که در چارچوب اون در واقع یه زندگی خداگونه داشته باشن، خوب داشته باشن،
در واقع عبادت بکنن، به اسلامی بشن و با با اینها، و در این حال عدالت براشون مهم بود که عادل باید بشن، باید مردم نیازهای اولیه‌شون برآورد بشه. حتی اوایل میگفتن باید آزادی باشه، نمیدونم باید از این حرفا. و در واقع این اسلامگرایی و این حکومت اسلامی قرار بود اون چرا که مثلا زمان انقلاب مشروطیت مردم میخواستن به اینا بدن رو به اینا بده، ولی در چارچوب ایده اسلام، نه ایده ایران یا ملیگرایی ایران. بنابراین با اومدن جمهوری اسلامی، ملیگرایی به معنایی که در گذشته تا اون موقع وجود داشت صدمه دید، از بین رفت. اما یک نوع ملیگرایی جدید که اساسش اسلامگرایی بود شکل گرفت، یعنی در واقع یک ملیگرایی بومی در ایران شکل گرفت، نه ایرانی و نه به معنای گذشته و اینا، بومی به معنای اینکه به هر حال یک سرزمینی رو حکومت اسلامی گرفته بود که درش یه امت مسلمون بود و این امت مسلمون رو به همون شکل بومیش نگاه میکرد و میخواست که از اون یک چیز خوبی بسازه. و خب اینجا این اسلامگرایی در واقع به یه شکلی هم سرزمینیه و هم نیست. سرزمینی به معنای اینکه به هر حال یک منطقه‌ای رو داره، و هم سرزمینی نیست به خاطر اینکه اسلام جهانیه و به یک سرزمین خاصی تعلق نداره. از یه طرف هم مردمیه، برای اینکه میخواد این امت مسلمون عدالت توش باشه و اینا باشه، و هم مردمی نیست برای اینکه یک سری از اون به اصطلاح اون حقوق شهروندی رو که در واقع در یک جامعه سکولار غیر اسلامی غیر مذهبی میتونست شک بگیره، در حکومت اسلامی نمیتونست شک بگیره و قابل قبول نبود. یعنی در واقع حقوق جدیدی رو مطرح کرد، در چارچوب اون حقوق جدید اسلامی بود که در واقع امت مطرح میشد، حقوق امت مطرح میشد. برحال در واقع حقوق ملتی رو که تا الان ازش بحث شده بود، بیا زمان انقلاب مشروطیت بحث شده بود، به حقوق امت مطرح شد، مثلا عوض شد. این حقوق امت یعنی در واقع همون حقوقی رو که اسلام به ملت مسلمونش میده در هر چارچوب. این بحث دا اینجا به اینجا ما میرسیم که میبینیم در واقع بنابراین این اسلام ملیگرایی تو ایران یه تحولی داشته. با عباس میرزا و زمین شروع شد، با امیر کبیر و سرزمین و رشد توسعه و اینا ادامه پیدا کرد، با انقلاب مشروطیت مردمی شد، متاسفانه شکست خورد. زمان رضا شاه بعد سوسیالیست ها اومدن و اینا جهانیش کردن و ایران گذاشتن کنار. بعد رضا شاه اومد و ایران رو آورد، ولی ایران گذشته رو آورد وسط، نه ایرانی رو که وجود داشت همون موقع. و بعد در واقع مصدق اومد که بازم برش گردون اینا به ملیگرایی منابعی گفتم، و بعد در واقع رفتیم به طرف انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی که اصلا یک ملیگرایی بومی اسلامی به وجود آورد در چارچوب حقوق امت نه ملت. این در واقع بنابراین من میخوام بگم که ملیگرای ایران یک سری در واقع خوب نگاه بکنیم، یک سری عوامل باعث تدمه این ملیگرایی شدن. یکیش مثلا روسا و خارجی ها و انگلیسی ها بودن، یه مقدار گذشته گرایی بود، یه مقدار عرض کنم حضورتون که این تفکر غلط سرزمینی و اینا بود، و بالاخره اسلام بود و اینا. این اواخر در واقع تصادفاً در آخرین مرحله‌ای که ما الان توش هستیم، ملیگرایی داره توسط یک نیروی دیگری شدیداً صدمه می‌بینه، و اون نیرو جهانگرایی است. یعنی الان بحث گلوبالیزیشن، در واقع جهانی شدن دنیا، بحث الان اینه که آقا دنیا جهانی شده و اصلا دیگه ملیگرایی معنی نداره، سرزمین یعنی چی، اصلا سرزمین‌ها دیگه مرز ندارن، مردم همه جای دنیا مثل همن، حقوق بشر جهانیه، همه جا باید دموکراسی و حقوق بشر همه جهانی شدن، ارزش‌های جهانی هستن، و اگر یک کشوری مثلا ایران حقوق بشر و دموکراسی نداره اصلا معنی نداره این کشور توش زندگی کردن، اصلا براش دل سوختن یا اصلا ارزش جان باختن نداره. و بنابراین در واقع به یک شکلی این بحث جهانی شدن به یک شکلی اصلا ملیگرایی رو از میدون پرت کرد، انداخت دور. در واقع الان دیگه
اعتقاد دارم ایرونیایی که دنبال جهانی و جهانگرایی هستن و دموکراسی و حقوق بشر و اینا هستن، اینا دیگه بحث ملی‌گرایی ندارن. اصلا بحث ملی‌گرایی به طور کلی از بین رفته تو ایران. شما همین الان هم که نگاه بکنید تو ایران بحث ملی‌گرایی نیست، بحث دموکراسیه، بحث حقوق بشره و بحث این که باید با این حکومت چه کار کرده یا با اون حکومت چه کار کرده، چجوری باید به دموکراسی و حقوق بشر رسید. و بنابراین یک خیلی در واقع خیلی متمرکز روی مسائل و ارزش‌های مشخصی که این ارزش‌ها از دید اونها جهانیه و هیچ ربطی به ایران نداره و اگر ایران این ارزش‌ها رو نداره ارزشی نداره. این و به همین دلیل هم ایرانی‌ها امروز به نظر من نه فقط غیر ملی که گاهن ضد ملی هم شدن. یعنی براشون برای اینکه مثلا حتی دموکراسی و حقوق بشر توجیه میکنه که اینا جاسوسی بکنن، توجیه میکنه که روی ایران با غرب مثلا همکاری کنن، جنگ بکنن، هر چیز رو میتونن توجیه بکنن. البته اینو که دارم عرض میکنم نمیشه اینا عمومیت داد، هنوز ایرانیهای ملی زیادی هستن که در این چارچوب نیستن و اینو معناش هم این نیست که پس هر کی طرفدار دموکراسی و حقوق بشره ضد ملیه. من الان توضیح میدم که چرا این بس بیراهه رفته اینجوری و اصلا لزومی نداره که در چارچوب دموکراسی و حقوق بشر آدم ضد ملی باشه. ببین در واقع این بس متاسفانه اشتباه پیش رفته. در اینجا من بنابراین میخوام وارد یک بحث خیلی اساسی تری بشم، اون اینه که بگم اصلا در واقع اهمیت این بحثی دارم که مطرح میکنم اینه، به این که چرا این بحث ملیگرایی به اینجا رسیده، به کارش به اینجا رسیده که در واقع عملا به ضد خودش تبدیل شده و چگونه میشه این ملیگرایی رو زنده کرد که درش همه این عواملی رو که ما فکر میکنیم درش در تضاد هستن باهاش درش مستتر و در درونش قرار بگیرن، مثل اسلام، مثل حقوق بشر و دموکراسی، مثل گذشته ما. و چجوری میشه ما این ملیگرایی رو یک تبیین جدیدی ازش بدیم که مثلا توش سرزمین با مردم با هم بیان؟ به این بحث اساسیه که من اینو در چارچوب نه ملیگرایی که در چارچوب ملتگرایی مطرح میکنم. متاسفانه ملیگرایی همونجوری که عرض کردم یه صدماتی خورده، این تحولش یک شکلی پیدا کرده که یا سرزمینی شده و یا این که در واقع حتی به طور کلی اصلا از میدون خارج شده که این اواخر اینجوریه، حتی سرزمینیش هم دیگه الان وجود نداره. به همین دلیل من اعتقاد دارم ما نیاز به تبیین جدیدی از ملیگرایی داریم که من اون بحث رو الان انجام میدم و اون بحث ملتگرایی. حالا چرا من این بحث رو میکنم؟ برای اینکه اعتقاد دارم اگر ملیگرایی رو از میدون بیرون کنیم همونجور که داره میشه، ما در ایران نه توسعه خواهیم کرد، نه عدالت خواهیم داشت، نه دموکراسی خواهیم داشت، نه حقوق بشر خواهیم داشت، نه استقلال، نه هیچ چیز دیگری. اصولا تاریخ کشورها و ملت‌هایی که در واقع توسعه پیدا کردن، دموکراتیک شدن، استقلال پیدا کردن نشون میده که این ملت‌ها در شروع، نه فقط در شروع، که همیشه ملی‌گرا بودن. مثال میدونم، همیشه الان مثال امریکا رو میزنم، امریکایی‌ها امروز از ایرانی‌ها ملی‌گراترن. هیچ ملتی به اندازه امریکایی‌ها ملی نیست. شما برید نگاه کنید ببینید، امریکایی‌ها نگاه کنید، عاشق کشورش، عاشق کشورشه، به خاطر کشورش هر کاری میکنه، میره تو افغانستان میجنگه، میره تو عراق میجنگه، ببینید 13,000 مایل میره اون برای دنیا میره میجنگه، میکشته میشه، میره تا عرض کنم که ویتنام هم رفته و غیره و اینا. هیچ کشوری به اندازه امریکا یا مثل اروپا، اروپا اساس اروپا ملیگراییه، اساس رشدشون زندگیشون امریکا یا رشدشون ملیگراییه. ملتی که ملیگرا نیست، ملتی که ملت کشور خودش رو دوست نداره، ملت خودش رو دوست نداره، هرگز رشد نخواهد کرد، هرگز توسعه پیدا نخواهد کرد، هرگز عدالت نخواهد داشت، همیشه نوکر اجانب خواهد بود، همیشه تو سرش خواهند زد، همیشه هم عقب مونده خواهد بود، همیشه هم غیر دموکراتیک خواهد بود، یه نفر دیکتاتور رو سرش میذارن که اینا رو اینجوری نگه داره. ملتی میتونه پیش بره، دموکراتیک باشه، توسعه پیدا کنه، رشد بکنه، استقلال داشته باشه که ملی گرا باشه. اما ملیگرایی که امروز باید مطرح باشه با اون ملیگرایی رو که ما باش شروع کردیم متفاوت باید باشه. به این بحثیه که من میخوام از این لحظه به این بعد این بحث رو بکنم که ما باید از بحث ملیگرایی به اون معنایی که تا الان داشتیم بیایم به بحث ملتگرایی، یعنی در واقع انگلیسیش بحث نشنالیزم و
باید به نیشنیزم بیاریم، بحشه نه نشنالیزم بلکه نیشنیزم. ببینید نشنالیزم ورس کردم تو ایران متاسفانه به هر دلیلی که توضیح هم دادم چرا سرزمینی شده و یا اصلا وجود نداره دیگه، دلیلی که ملتگرایی یه مجموعه ای از سرزمین و مردم رو با خودش داره. و وقتی بنابراین میگم ملت همیشه تعریفش همیشه مجموعه سرزمین و مردمی هستند که اون سرزمین زندگی میکنن، نه اون سرزمین به تنهایی جدا از ملت و نه اون مردم و نه اون مردم به تنهایی جدا از اون سرزمین ملت نیستن. بنابراین وقتی ما از ملت ایران حرف میزنیم، ما فقط منظورمون سرزمین ایران یا مردم ایران نیست، منظورمون سرزمین و مردم ایرانه. و ما وقتی میتونیم تو ایران یک به اصطلاح ملیگرایی نو که من بهش ملتگرایی میگم بسط بذاریم و رشد بدیم که توجه به این دو جزء به اصطلاح جدا ناپذیر ملت بکنیم که یکیش سرزمینه یکیشم مردمه. من حالا این بحث رو میخوام با شما ادامه بدم. بنابراین بر اساس بحثی که تا الان کردم اینجور نتیجه میگیرم که برای بازسازی ملیگرایی به ایجاد یک ملیگرایی نو که مفید باشد برای پیشرفت کشور در همه جوانبش، باید از ملیگرایی به معنایی رو که در ایران تا الان وجود داشت به سوی یک بحث جدیدی، یک مفهوم جدیدی به نام ملتگرایی بریم. ملیگرایی عرض کردم معنای کلاسیکش، معنای معمولیش اینه که افراد یک کشور یا یک سرزمین منافع فردی خودشون رو، شخصی خودشون رو پایین تر از منافع ملت در مجموع اون کشور بدانند و یعنی در واقع منافع کشور و منافع جمعی ملت باید همیشه برای ملتگرا یا ملیگرا بر منافع شخصی و فردیش بچربه. حالا متاسفانه همون چی که عرض کردم تعریف از این منافع ملی به این که اصلا ملی یعنی چی رو در گذشته ما بسیار محدود کردیم به سرزمین و به مسائل دیگه که عرض کردم. و برای اینکه از اون مشکل ما بیایم بیرون و یک جریان جدید، فکر جدید، یک چارچوب جدیدی ایجاد کنیم که در اون چارچوب بتونیم کشورمون رو بسازیم، رشد بدیم، توسعه دموکراتیک بدیم، ما نیاز داریم به یک بحث جدیدتری از این بحث ملیگرایی. و من اون بحث رو در چارچوب ملتگرایی مطرح میکنم. ملت اصولا معناش در واقع مجموعه سرزمین و مردمن. وقتی که میگیم ملت ایران یعنی سرزمین ایران، این جغرافیایی که این مرز رو داره و ملتی که درش زندگی میکنن، این مردمی که توش زندگی میکنن، 80 خورده میلیون نفر آدمی که توش زندگی میکنن، بنابراین این جغرافیا و این مردم با هم میشن ملت. و این ملت در واقع معنای ایرانه، یعنی ایران معنای سرزمینی نداره. و یک اشتباهی که در مورد ایران شده همینه که ما ایران رو به عنوان فقط یک جغرافیا نگاه میکنیم، دلیل که ایران جغرافیاست به اضافه مردم. یعنی شما اگه مردم ایران رو از اون جغرافیا بیرون کنی، اون جغرافیا دیگه ایران نیست، یه جغرافیا یه مثل بقیه جنگلا. و اگر اون مردم رو بیرون کنی، مثلا عربا رو توش بذاری، دیگه اون ایران نیست، یه کشور عربی میشه. بنابراین شما نمیتونی، برعکسش هم هست، شما نمیتونی ایرونیا رو همه رو بیاری، مثلا 80 میلیون ایرانی رو بیاری یه جای دیگه جمع کنی بعد بگی اینجا ایرانه. نه، ایران اونم نیست. ایران مجموعه یه سرزمینیه که یه تاریخی داره، یه جغرافیا داره، یه هویت داره و یه تعداد آدم، مردمش. حالا بنابراین وقتی ما از منافع ملی
یا از منافع ملت حرف میزنیم، یعنی منافع این سرزمین، این جغرافیا و منافع این مردم، مجموعه منافع این جغرافیا و منافع این مردم میشه منافع ملی یا ملت ایران. بنابراین شما نمیتونی منافع ملی رو فقط جغرافیایی تعریف کنی و یا مردمی تعریف کنی، باید جغرافیایی مردمی تعریف بشه. و به همین دلیلم چون در گذشته متاسفانه ملیگرایی فقط جغرافیایی بوده، نمیتونه این مردم رو بیاره توی این تعریف جدید، و همین دلیلم شاید مجبوریم بریم به طرف ملتگرایی. بنابراین ملتگرا به نظر من، ملتگرا کسیست که هم منافع سرزمینش رو بخواد و هم منافع مردمش رو. ملیگرای سابق در ایران کسی بوده که فقط منافع سرزمین رو میخواسته، دنبال منافع مردم نبوده. یکی اساس این بکت بزرگترین مشکلات ملیگرایی تو ایران بوده که همش سرزمینی بوده. طرف میگه من ملیم، یعنی که سرزمینم رو دوست دارم، ایران رو دوست دارم. ولی ایران براش سرزمین و جغرافیا بود، تعدادی آدم توش دیگه نبود، اصلا کاری با آدما نداشت. تو ایران آدما فقیر بودن، آدما عدالت نداشتن، آدما آزادی نداشتن، مهم نبود. سرزمین ایران اونو دوست داشت و ملیگرا میشد. جانم فدای این سرزمین، چو ایران نباشد تن من مباد. منظورش از اون سرزمینه، منظورش مردم ایران نیستن. ولی ملتگرا این نیست. ملتگرا کسیه که میگه نه فقط چون این سرزمین نباشه چون این مردم هم نباشن تن من مباد. اگر مردم نباشن، اگه سرزمین نباشه. حالا بنابراین یک ملتگرا منافع مردم و منافع سرزمین رو هر دو رو با هم داره. و اما حالا از این بحث به جلوتر بریم، منافع سرزمین چیه و وقتی که این منافع تأمین میشه چه اتفاقی میفته، به منافع مردم کدومند و وقتی این منافع تأمین بشن چه اتفاقی میفته. اول اجازه بدید که چه اتفاقی میفته رو بگم. به نظر من منافع سرزمین وقتی تأمین بشه، سرزمین جاویدان میشه. میگیم جاوید ایران. وقتی که منافع سرزمین تأمین بشه، که میگم الان منافع سرزمین چجوری تأمین میشه، این سرزمین جاوید میشه، همون بحث جاوید ایرانه. ولی اما وقتی که منافع مردم تأمین میشه، مردم چی میشن؟ مردم شاد میشن. شادمانی مردم و جاودانی سرزمین، این دوتا با هم اساس منافع ملی ایران رو باید تشکیل بده. یعنی تمام نیروهایی که خودشون رو ملتگرا میدونن یا در گذشته به عنوان ملیگرا خودشون رو میدونن، فرق هم نمی کنه، اگر اینا شادمانی ملتشون رو و جاودانی سرزمینشون رو با هم بخوان، این آدم به نظر من ملتگراست. حالا خودش میخواد ملیگرا بگه اشکال نداره، ولی باید شرطش اینه که این آدم ملیگرا یا ملتگرا هم جاودانی سرزمین و هم شادمانی ملت رو با هم بخواد. و حالا چجوری یک سرزمین جاودان میشه و چجوری میشه یه ملت رو شاد کرد؟ جاودانی سرزمین. سرزمین یعنی چی؟ سرزمین یه جغرافیاست. این جغرافیا مرز داره، یه مرز سیاسی داره. این جغرافیا دریاچه و دریا داره، این دریا جنگل داره، زمینای کشاورزی داره، شهر و روستا داره، ابنای تاریخی داره، بناهای تاریخی داره، نهادهایی داره که درش داره کار میکنه، سازمان داره، بعضی حرفا مسجد داره، ابنای تاریخی داره و غیره و اینا. در واقع وقتی ما میگیم سرزمین ایران، داریم مجموعه ای از این فیزیکی که ایران را درست میکنه را در یک قصه حرف میزنیم. این فیزیک شامل، عرض کردم، سرزمین جغرافیایی و سیاسیشه، به اضافه منابع طبیعیشه، به اضافه شهرها و روستاهاشه، به اضافه ابنیه‌های تاریخیشه و محیط زیستش، جنگلش، رودخونه هاش، دریاش. بنابراین وقتی یک سرزمین حالا چجوری میشه جاوید بشه،
برای اینکه این سرزمین جاوید بشه، در واقع منافع سرزمین تأمین بشه، برای این کار باید این سرزمین با این تعریفی جزئیاتی که عرض کردم باید تو همه این زمینه ها رشد بکنه، تمیز بشه، پیشرفت بکنه. باید مثلا این جغرافیا رو حفظ کرد. یعنی چی؟ باید نباید بذاریم خارجی ها بیان این جغرافیا رو تیکه باره کنن، ببرن یه منطقه از کشور رو از ایران جدا کنن. ببین؟ بنابراین یه آدم ملتگرا در مقابل خارجی که میخواد کشورش رو تجزیه کنه جونش رو از دست میده. برای اینکه جاودانی سرزمین برمیگرده به این حفظ این سرزمین. حفظ این سرزمین، یک پارچگی این سرزمین اساس کاره. یعنی اون کسی که ملتگراست اعتقاد باید داشته باشه به حفظ این یک پارچگی، به حفظ این سرزمین. نه فقط به حفظ این سرزمین، که به استقلال این سرزمین باید اعتقاد داشته باشه، که این سرزمین رو هر کسی نتونه بیاد توش دخالت بکنه، تجاوز بهش بکنه و بخواد منابعشو ببره، نمیدونم شهراشو از بین ببره یا رودخونه هاشو خراب کنه و از این حرفا. خب حفظ این سرزمین یک پارچگیش، یکی از اساس این جاودانگی این سرزمینه. دوم محیط زیسته. این سرزمین فقط کافی نیست شما اینا مرزاشو حفظ کنی، باید این محیط زیست تمیز بمونه، باید دریاچه هاش خوش نشن، رودخونه هاش آب داشته باشن، جنگلاش باید حفظ بشن، منابع طبیعیش باید حفظ بشه، روستاهاش باید تمیز باشن، باید شهراش ساخت، خیابوناش درست باشن. یعنی در واقع باید این محیطی رو که هم طبیعیه یا غیر طبیعی انسانی ساخته شده، این محیط باید حفظ بشه، تمیز بشه، توسعه پیدا کنه و بره جلو. بنابراین جاودانگی سرزمین بخش اینه. حالا یک اگر یه ایرانی اعتقاد به اصطلاح پیشرفت روستاهاش نداشته باشه، برای دریاچه‌هاش که میخواد خوش بشه هیچ توجه بهش نداشته باشه، اهمیتی به فضای سبز نده، عرض کنم که بیاد کثیف کنه فضاشو، مثلا تو ماشین نشسته یه موز میخوره پوستشو از شیشه بندازه دور، این آدم ملی نیست. یه آدم ملی که نمیاد سرزمینشو کثیف کنه، که فرق نمیکنه پوست موز باشه یا اون پیل اون کاغذ رسید توی اتوبان باشه که میندازیش بیرون توی اتوبان. امریکایی هم چیکار نخواهد کرد، نمیکنه، برای اینکه ملیه، برای اینکه وطنشو دوست داره. کسی که وطنشو دوست داره کثیفش نمیکنه، به هر قیمتی شده حفظش میکنه. بنابراین من کسی رو که سرزمینش رو کثیف میکنه، محیط زیستش رو خراب میکنه، اونی که مثلا ماشینش آلوده میکنه محیطو ولی نمیبره به نشون بده به گاراژی، به یه جایی که آقا این ماشین ببینم مثلا داره محیطو کثیف میکنه یا نه، همینجوری میرونش. ببین تو این کشور، تو امریکا هر سال باید ماشین تو ببری در چیز بکنن، به اصطلاح ببینن که این داره به اندازه کافی گاز کربن و اینا میده بیرون یا کمتر میده، چیکار میکنن. اگر از حدی که باید تولید بکنه بیشتر تولید کنه، میخوابونن ماشین تو، هیچ فرق هم هیچ حرف هم توش نداره. تو ایران هر کس از راه میرسه یه ماشین برمیداره و هیچ مهم هم نیست که چقدر دود میده و چقدر فضا تمیز. بعدش هم همه داد فریاد میکنن که آقا محیط تهران آلوده است. درست مثل این که یه نفر توی جماران نشسته یا توی کاخ نشسته یا توی دفتر ولی فقیه نشسته داره محیطو کثیف میکنه. نه بابا، همین ملت دارن کثیف میکنن، همین ملتی که مردمی نیستن، ملی نیستن. برابر ملتگرا کسی نیست که اون اتوبوسی که فضا رو کثیف میکنه، اون تاکسی که فضا رو کثیف میکنه ملی نیست. بنابراین میخوام بگم که حالا شهرها هم همین تاریخ، ابنای تاریخی، اون کسی که میخواد بناهای تاریخی ایران حفظ میکنه، آثار تاریخی ایران میخواد خراب کنه، اون ملی نیست. یه ملت بنای تاریخی، ابنای تاریخیشو حفظ میکنه، براش به هر قیمتی شده تمام زندگیشو میذاره که اینا حفظ بمونن. اگه یه جایی هم میبینه یه مشکلی هم میره خبر میده، فعالیت میکنه، سازمان درست میکنه دنبالش میره این کار. متاسفانه ما تو ایران هیچ اصلا توجه به این چیزا نداریم، همش فقط دنبال دموکراسی و بشری. اصلا مهم نیست که داره تو ایران چه اتفاقی میفته. هر موقع هم که مثلا دریاچه رضایی میخواد خوش بشه، فقط ازش یه استفاده سیاسی میخوایم بکنیم. یعنی مردم میریزیم تو خیابون، فقط نه بخاطر اینکه دریاچه، نه بخاطر دریاچه رضایی است، بلکه بخاطر اینکه میخواد حکومت سرنگون کنه. ملیگرا این نیست. ملیگرا کاریه که بخاطر دریاچه رضایی وارد میدون میشه.
به خاطر این کسی که دریاچه رضایی رو خوش کرد عصبانیه، ولی خودش پوست موزو از پنجره ماشینش پرت میکنه بیرون، با این ملیگرا نیست، کلکتور میزنه. میخوام بگم که ملیگرا شرط و شروط نداره، اینجا و اونجا نداره، اگر و مگر نداره. اگه ملیگرا هستی، ملیگرا هستی، باید سرزمین تو حفظ کنی، تمامیت ارزشش رو حفظ کنی، باید محیط زیستش رو تمیز نگه داری، باید آثار تاریخیش رو حفظ کنی و باید برای هر چیز جنگلش و زمیناش و غیره و اینا. بنابراین اگر یک ملت همه این کارا رو انجام بده، بتونه انجام بده، اون وقت منافع سرزمینی تأمین میشه و این کشور جاودان میشه. بعدها تو بحثای بعدی خواهم گفت که خب این کاری رو که من دارم الان عرض میکنم که چجوری باید این سرزمین رو تمیز کرد، منابعش رو حفظ کرد، باید اینا بخشش از این برمیگرده به دولت، یعنی به یک مجموعه از ملت، یه مقدار برمیگرده به فرد. یعنی ما تو ایران مسئولیت فردی رو اصلا قبول نداریم. تر اینجا ما فکر کنیم که یا دولت یه کار رو انجام میده یا نمیده، هر چیزی هم که بعد دولت میکنه، هر چیزی هم که بعد نیست یا ملت رو نمیکنه یا اصلا نشده دیگه، مهم نیست. واقعیتی نیست، واقعیت اینه که برای جاودان کردن این سرزمین، برای حفظ منافع این سرزمین، دولت مسئوله و فرد هم مسئوله و فرد باید منافع شخصی خودش رو ارجح نده به منافع ملت، سرزمینی ملت. مثلا ممکنه طرف منافع فردیش این باشه که پوست موز رو از پنجره پرت کنه، ولی گاز چرا بذاره توی ماشینش رو کثیف کنه؟ خب مهم نیست، خیابون کثیف میشه، ماشین اون کثیف نشده. این مرد، این آدم منافع ملیشو زیر پای منافع فردیش گذاشته. فقط یه مثال کوچیک دارم میزنم، باید این مسئله زیاده، اما همونجی که عرض کردم، برای اینکه این سرزمین، این فضای ایران به اصطلاح حفظ بشه، رشد بکنه، منابع طبیعیش، منابع محیط زیستش، شهراش، آثار تاریخیش و غیره و اینا، باید برنامه ریزی داشت، باید برنامه ریزی داشت. و این برنامه ریزی رو البته باید هم دولت بکنه، و اما نه اینکه اینو برای مردم بکنه. این برنامه ریزی و این حرکت برای این کار باید با مردم باشه، نه برای مردم. یعنی مشارکت اینجا مهمه. ما تو ایران همیشه میگیم، دولت میگه ما برای مردم این کار رو کردیم، ما خدمتگزار مردمیم. ملت ایران که خدمتگزار نمیخواد، مردم ایران در واقع کسی میخوان، شریک میخوان، یه کسی میخوان که باهاش کارهایی رو که باید انجام بشه با شراکت انجام بشه، مردم رو بیاره وسط، برش شریکش بده. حالا این بحث دیگری که من الان این بحث جای دیگه دارم میخوام بکنم. برات میخوام الان اینجا این بحث رو اینجا تموم کنم، بگم که برای ملتگرا کسی است که منافع سرزمینش رو میخواد تامین کنه، منافع سرزمین، جاودانگی سرزمین به وجود میاره. برای اینکه منافع سرزمین تامین بشه، باید تمام اجزای این سرزمین حفظ و در واقع پیشرفت بکنن، از جغرافیای به اصطلاح سیاسیش تا محیط زیستش و غیره و اینا که صحبتش شد. و برای این کار نیاز به برنامه‌های توسعه هست، که این برنامه‌های توسعه رو نه فقط برای مردم، که باید با مردم کرد، و این کار مشارکتیه و کاری خیلی مهمیه. حالا جزء دوم ملتگرایی که باید تأمین بشه تا منافع ملی و منافع ملت تأمین بشه، منافع مردمه. منافع مردم یعنی منافع نیروهای اجتماعی یک کشور. مردم ایران دو نوع منافع دارن. یک سری منافع عمومیه، مثلا حفظ سرزمینشون، جغرافیای سرزمینشون، استقلال سرزمینشون، محیط زیستشون، برای اینکه اگه محیط زیست یه جای خراب بشه بقیه ملت هم توی صدمه میبینن. یه سری به اصطلاح منافع مشترک دارن این ملت، اما یه سری منافع به اصطلاح گروهی، طبقاتی، فردی و اجتماعی دیگه هم دارن. یعنی مثلا وقتی میگیم منافع مردم ایران تامین بشه، بنابراین یه سری منافعی که مردم ایران 80 میلیون نفر آدم با هم مشترک دارن باید تامین بشه. یک سری منافع گروه های اجتماعی متفاوت دارن که باید جداگانه ولی در کنار هم تامین بشه. مثلا در ایران ما روحانیت داریم، ما دولت داریم، ما مردم عادی داریم، بخش خصوصی داریم. خب این دولت منافع خودشو داره،
منافع قدرتی داره، منافع مالی داره و اینا. روحانیت منافع خودشو داره. عرض کنم حضورتون که بخش خصوصی منافع خودشو داره، بخش مردمی جامعه هم یه مثل منافع دارن. اما همه اینا چه در دولت باشی، چه در روحانیت باشی، چه در بخش خصوصی و غیره باشی، همه ما در واقع در تحلیل نهایی سه نیروی اجتماعی تقسیم میشه. طبقات، من میشنم بگم طبقات اساس، طبقات پایین جامعه، کارگرا، کشاورزا، فقرا. طبقات متوسط جامعه، روشنفکرا، دانشگاهیا، صاحبان حرفه و این نیروها، نیروهای روشنفکر، اینتلیجنسیا و اینا. و بالاخره نیروهای طبقات بالا، طبقات بالا، ثروتمندا، پولدارا، کارآفرینا، سرمایه گذارا و غیره و اینا. این سه تا نیروی اجتماعی سه نیاز متفاوت داره. این نیازاشون یکی نیست. این سه نیاز اجتماعی، این سه تا نیرو رو که الان توضیح میدم چیان، باید بتونیم در کنار هم در یک برنامه توسعه بیاریم که این منافع این مردم تامین بشه. مثلا طبقات فقیر جامعه نیازشون بیشتر به عدالته. اینا میخوان کار داشته باشن، میخوان خونه داشته باشن، میخوان آموزش رایگان داشته باشن، بهداشت داشته باشن، بچه هاشون بتونه مدرسه بره، میتونه غذا میخواد داشته باشه. این نیروهای زندگی مسائل ابتدایی و اولیه داره. این مسائل اولیه، زندگی اولیهش باید تأمین بشه. این نیازش بنابراین به عدالت اجتماعیه، به تأمین نیازهای اولیه جامعه است. طبقات متوسط معمولاً نیازهای اولیه‌شون برآورد شده است. اونا زیاد نگران غذا و نگران و کار و این بر اون ور نیستن، اگرچه بخششون هستن، اما اینا بیشتر نگران آزادی‌های سیاسی هستن، دنبال دموکراسی و حقوق بشر و که بتونم بنویسم، بتونم حرف بزنم. خب نیازشه. طرف دانشگاهی باید حرف بزنه، طرف روزنامه‌نگار باید بتونه بنویسه، طرف وکیل باید بتونه دفاع کنه. بنابراین یک سری نیازهای اساسی این نیرو داره که با نیازهای طبقات پایین فرق میکنه. این نیازها هم باید در چارچوب خودش تأمین بشه. یعنی شما اگه بخواید نیازهای عدالت رو حل بکنی و نیازهای آزادی و عدالت، استقلال و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو حل نکنید، طبقه متوسط راضی نخواهد بود، دنبال دعوا میافته. و بالاخره طبقات بالا، اینا نیازهای بازم خودشونو دارن. این نیازهاشون تو انباشت ثروت هست، در توسعه اقتصادی هست، تو امنیت اقتصادی هست. میخواد مثلا زندگیشو کسی ازش نگیره، ثروت به هم زده کسی بیاد تاراجش نکنه، مالکیت خصوصی رو به رسمیت بشناسن، یکی نه خونه‌شو فردا بگیره بگه آقا تو نمیدونم این ثروت رو غیر مشروع تهیه کردی، یا علی سرکیسه باید بشی، یا علی جمع کن برو از این حرف. خب این نمیشه. بنابراین یه طبقاتی هستن که میخوان کارآفرینی کنن، سرمایه گذاری کنن. اینا یه سری نیازهای خودشونو دارن. اینا باید سرمایهشون تامین بشه، شرایط رشد سرمایهشون فراهم بشه و باید بتونه این سرمایه رشد کنه، انباشت بشه و بره جلو. بنابراین ما سه تا نیروی اجتماعی و سه نیاز اجتماعی داریم. نیاز طبقات پایین عدالت، نیاز طبقات متوسط دموکراسی و حقوق بشر، حالا فرض کنیم، و طبقات بالا بسیار رشد سرمایه با انباشت و از این حرفا. هر سه این نیازها، عدالت، آزادی و رشد، بدون هم در یک جامعه این جامعه رو به اصطلاح بی‌توازن میکنه، نامتوازن میکنه. یعنی شما هر چی هم که عدالت به وجود بیاری ولی آزادی توش نباشه، رشد نباشه، عدالت هیچ ارزشی نخواهد داشت، فقط در واقع تقسیم فقر بین ملت خواهد بود. شما اگه عدالت نداشته باشی، آزادی داشته باشی، طبقات پایین تا شکمشون سیر نباشه دنبالت نخواهند، من نمیخوان شکمشون سیر باشه. و طبقات بالا هم از آزادی میترسن، مگر اینکه این آزادی در چارچوب قانون حقوق اونا رو تامین کرده باشه، که همون حقوق حفظ سرمایه و ثروتشونه و شرایط انباشتشونه. بنابراین شما برای اینکه منافع مردم رو تأمین کنی، باید منافع این سه طبقه اجتماعی جدا از هم دیده بشه، براش برنامه‌ریزی بشه و در اشتراک با هم شکل بگیره. این انسجام باید داشته باشه. همونجوری که عرض کردم، این مردمی که عرض کردم توش روحانیت هست، عرض کردم توش دولت هست که شامل ارتشش هست، سپاهش هست،
بروکراسیش هست و نحوا درش همون مردم عادی که صحبت کردیم توش هست و بالاخره توش هم بخش خصوصی هست. حالا اون بخش روحانیت خب زبایی این که حالا به اصطلاح ممکنه نیاز عدالت داشته باشه برای اینکه از اون آخوندهای فقیره، یا ممکنه نیاز دموکراسی داشته باشه برای اینکه یه آخوند روشن فکره، و یا اینکه نیاز پول و ثروت داشته باشه برای اینکه یه آخوند بسیار ثروتمند و پولداریه و تا بخوایم انباش کرده. به هر حال میبینی که بازم این روحانیت این نیازها رو در طبقات درون خودش داره، اما در این حال هم روحانیت به عنوان یک هست یه منافع مشخص خودش رو هم داره. اون منافع روحانیته، یعنی در واقع بخشی از جامعه هست که دنبال بحث روحانی جامعه هست. خب اون یه بحث دیگه یه که بحث مذهبه، بحث اخلاق، بحث چیزای دیگه هست. سبایه این که و اینا هم حق دارن، یعنی این نیست که روحانیت هیچ حقی نداره، همونقدر که طبقات فقیر حق دارن به طبقات متوسط فرق دارن، این روحانیون هم حق دارن برای که توشون همین طبقات فقیر و متوسط و بالا هست. سوای اون به عنوان یک کست اجتماعی وازم یه حقوقی داره، بنابراین باید این حقوق همین اینا هم راید. دولت هم همینطور. ما تو ایران متاسفانه دولت رو صاحب هیچ حقوقی نمیدونیم. قبل از انقلاب مشروطیت تصادفا دولت همه ی حقوق تو ایران داشت، ملت هیچ حقی نداشت. در مقابل ملت همه وظایف رو داشت، دولت هیچ وظیفه‌ای نداشت. بنابراین قبل از انقلاب مشروطیت تو ایران دولت همه حقوق رو داشت بدون اینکه هیچ وظیفه‌ای داشته باشه، ملت هیچ حقوقی نداشت و همه وظایف رو داشت. بعد از انقلاب مشروطیت و جریانایی که بعداً شکل گرفت تا امروز، جریان هم به طور کلی عوض شده. امروز به نظر اینجوری میاد که دولت هیچ حقی نداره، تمام وظایف رو داره و ملت هیچ وظیفه‌ای نداره و همه حقوق رو داره. این نمیشه. هم دولت حق داره وظیفه داره و هم ملت حق داره وظیفه داره، و بنابراین باید این حق و وظیفه با هم بیاد. این در ترکیب همه نیروهای اجتماعی است، یعنی طبقه فقیر هم حق عدالت داره و هم وظیفه کار کردن داره. مثلا باید کار کنه، نمی که بنده آقا نه بنده دنبال چون فقیرم میخوام یه خونه من بدی من کارم نمی کنم چون فقیرم، نه نمیشه. بنابراین میخوام بگم که حق و وظیفه با هم میاد، تو همین جریان باید با هم باشه. و اما سوای این سه نیروی اجتماعی و این نیروهای مشخص روحانیت، دولت و اینا، ما نیروهای دیگه ای تو جامعه داریم که بازم منافع خودشونو دارن. مثلا گروهای اجتماعی دیگه مثل زنان، مثل جوانان، مثل اقوام، مثل اقلیت‌های مذهبی. خب اینا نیروهایی هستن که در واقع ضمن این که بازم تقسیم میشن بین درون روحانیت بخش خصوصی، دولت به مردم عادی یعنی طبقه فقیر یا متوسط یا بالا، در این حال هم به عنوان یک قوم، به عنوان یک اقلیت مذهبی، به عنوان یک نیروی به نام زن، به عنوان یک نیروی به نام جوان، یک سری نیازهایی داره که مخصوص خودش. بنابراین هر برنامه ریزی توسعه‌ای و هر آدم ملی‌گرایی باید توجه به این نیازهای مشخص این گروه‌های اجتماعی هم بکنه. و حالا بنابراین برگردم به این بحث که منافع این بنابراین مردم ایران وقتی که ازش میگیم چی هست، یعنی اگه گفتیم این منافع اگه تأمین بشه مردم شاد میشن و اون شادمانی همراه با جاودانی سرزمین میشه منافع ملت ایران ملی وسیع. حالا بنابراین به اینجا رسیدم که میخوام ببینم که حالا برای اینکه عدالت به وجود بیاد باید چه کار کرد، باید دموکراسی به وجود بیاد باید چه کار کرد، باید انباش سرمایشه باید سرمایه بشه باید چه کار کرد، باید یه جامعه اخلاقی داشت باید چه کار کرد، و باید چجوری باید به اقوام رسید از نظر مثلا فرض کنیم مدیریت کشوری، چجوری باید به مذاهب رسید در چارچوب حقوقی که اونا دارن و از این حرفا. بنابراین اگر ما بتونیم در چارچوب برنامه ریزی های توسعه مفصل و منسجمی که باید انجام بشه و باز هم نه طرف دولت که با مشارکت دولت و ملت این برنامه ها رو بذاریم وسط و این منافع تأمین بشه، یعنی منافع این مردم، منافع عدالتشون، منافع آزادیشون، منافع رشد انباش سرمایهشون، منافع اخلاقیشون و و و این منافعشون وقتی تأمین بشه، مجموع این منافع این ملت رو شادمان میکنه. و این شادمانی همراه با اون جاودانی سرزمین در واقع میشه
تأمین منافع ملی ایران یا ملت ایران. بنابراین من بذارید اینا بازم توضیح بدم. متاسفانه ما ایرانی‌ها همیشه کلیگویی میکنیم، وارد جزئیات نمیشیم. من البته خب تو این بحث ضمن کلیگویی دارم میکنم، چند تا مثال جزئی زدم، ولی انشالله تو بحث‌های دیگه این باید باز شه، یعنی توی گفتارهای دیگه. مثلا وقتی من میگم منافع، فرض کنیم که عدالت یا آزادی، آزادی چیزی نیست که با شعار به دست بیاد یا با فقط با خواستن به دست بیاد، یا فرق نمیکنه قضیه انباشت سرمایه. یک چیزی اساس کار اینجا هست. یکی از مشکلاتی که ما ایران در ایران داشتیم و نتونستیم به این منافع مردم برسیم، ضمن این که منافع رو فقط سرزمینی تعریف کردیم، یه مشکل دیگه هم داشتیم، با اونی که ما بیشتر به نهاد فکر نکردیم، به نهادسازی فکر نکردیم و اصولا نهاد رو هم فیزیکی دیدیم. مثلا وقتی میگیم مجلس شورای اسلامی، ما اینا به صورت یک مجلس، یعنی یه ساختمونی که 290 نفر آدم توشن، 292 نفر مثلا آدم توشن. نه، این مجلس نیست. مجلس اون چیزیه که توی این ساختمون و درون این مردم، این آدمایی که توش هستن، این وکلا میگذره، اون نهادان، اون قوانینی که ایجاد میشه و وجود میاد. ملتی که نتونه نهادسازی بکنه، هر اتفاقی رو که انجام بده دوام پذیر نخواهد بود، از بین میره. یعنی تو هر کاری هم که بکنی نمیشه. از طرف دیگه همه این کارا، برای اینکه این کارا، هیچ ملتی به اندازه کافی منابع نداره که همه این چیزا رو که عرض کردم با هم انجام بده. باید یه ملت با دولتش بتونه بسته اولویت بندی کنه که اول باید چی انجام شه، دوم. اما این اولویت بندی این نباید باشه که بله اول ما عدالت درست کنیم، طبقه متوسط بره اونجا بشینه، بعد وقتی که عدالت شد ما بلاتون به شما میرسیم. نه، این نمیشه. باید گفت، باید تو برنامه گذاشت، به توجیه کرد که بابا این جریان همه رو با هم میاره. ولی ما اول مثلا با رشد اقتصادی شروع میکنیم، مثال میزنم، و با آزادی میدیم، بعد عدالت به وجود میاریم. مثال میزنم، حالا ادعیات های ملت ها متفاوته، اولویت بندی هاش یه بحث تاریخی، بحث اجتماعی، بحث فرهنگی، بحث واقعی به اصطلاح داره از این حرفا. و از طرف دیگه هم برها بحث واقعیش اینه که برها این ملت کجا هست، به اصطلاح مسائل امنیتیش چیه، تهدیدهای خارجیش چیه، تهدیدات داخلیش چیه، و برها یه مجموعه از ایناست برها. اما یک چیز دیگه که خیلی مهمه، میخوام با این حرف ادامه بدم، اینو تمومش کنم، اینه که ما تو ایران متاسفانه به این اولویت بندی ها و این درجه بندی ها توجه زیاد نداریم. مثلا تو ایران وقتی طبقه متوسط میره تو خیابون، استقلال، دموکراسی، حقوق بشر میخواد. خب حقوق بشر درست مثل یه نردبونیه که فرض کنیم 1000 پله داره، به حقوق بشر پله 1000. ما ایرانی‌ها هنوز تو پله اول دومش هم موندیم، دنبال پله 1000 میگردیم. پله اول دومش چیه؟ پله اول دومش در واقع درخواست حق شهروندیه. ایرونی به جای اینکه حق شهروندیشو بخواد، حق حقوق بشریشو میخواد. نه خب ببین، نمیشه. شما وقتی که به عنوان یه شهروند حق نداری، به عنوان یه انسان حق نخواهی داشت در ایران، شکی نداره. حق شهروندی تمام دنیا اصلا کاملا معلومه این حق شهروندی چیه. یه شهروند چه حقوقی داره؟ مثلا باید تو انتخابات باید داشته باشه، انتخابات باید آزاد باشه، یکی از حقوق شهروندیه. باید این شهروند عدالت توش باشه، باید این آزادی داشته باشه و غیره و اینا. اما با همه اینا گفتم بهت، از یه جای شروع میشه، از نهاد شروع میشه، یواش یواش میاد تو عمل، بعد این عمل پله‌ایه و میره از عرض کنم که مثلا از انتخابات آزاد میره به حقوق بشر، تو این مسیر از دموکراسی هم میگذره. این بحثو من اینجا تموم میکنم. فقط میخوام بازم یه اشاره بکنم به این که من تو این بحث سعی کردم خیلی خلاصه بگم که تو ایران ما ملیگرایی در گذشته داشتیم. این ملیگرایی صدماتی دیده و تبیین غلطی ازش شده و خیلی سرزمینی شده و مردم رو کنار گذاشته. و برای اینکه بتونیم ما یه ملیگرایی به وجود بیاریم که این مشکلات نداشته باشه و در واقع یک فصل جدیدی رو ایجاد کنه تو زندگی ما، من گفتم که باید
به بحث ملت‌گرایی بریم که گفتم این ملت‌گرایی شامل سرزمین به مردم هست و بعدم گفتم که اگر این منافع این سرزمین رو، منافع این ملت رو، این مردم رو باید تأمین کنیم، تأمین منافع سرزمین جاودانگی سرزمین ایران رو به وجود میاره، تأمین منافع مردم شادمانیشون رو به وجود میاره و این شادمانی و جاودانی سرزمین و مردم در مجموع میشه منافع ملی. به این منافع ملی بنابراین همه چی توشه. میخوام چیزی که بگم اینه که خلاصه بخوام بکنم اینه که این چارچوب خوبیش اینه که شما اگه تو ایران بخوای ملی گرایی یا ملت گرایی به این شکل که من مطرح کردم و بتونیم تو ایران جا بندازیم و با مردم در موردش صحبت کنیم، در واقع همه چیز توش مستقره. اگر کسی که مثلا تو ایران، هم دوباره تکرار کنم، کسی که از به آزادی اعتقاد نداره ملت گرا نیست، مثلا ملی گرا هم نیست. اگر به عدالت اعتقاد نداره ملت گرا و ملی گرا نیست. اگر به انباشت اعتقاد نداره ملی گرا و ملت گرا نیست، فرق نمی کنه. اگر این به جاودانگی سرزمینش، به استقلال سرزمینش، به محیط تمیز و نظافت محیط زیستش اعتقاد نداشته باشه، این ملت گرا و ملی گرا نیست و کشور رشد نمی کنه و ملت پیش نمیره. بنابراین ملی گرایی شرط اصلی توسعه و رشد یک کشوره، توسعه فیزیکی، توسعه انسانی، توسعه روحی، روانی، هر چیزی رو که بگید، فرهنگی، اجتماعی و غیره. ما برای اینکه توسعه بکنیم، رشد بکنیم، دموکراتیک بشیم، راهی جز این که ملی‌گرایی ما رو دوباره بازسازی کنیم، به این بازسازی باید در چارچوب یک دید ملت‌گرا باشه که هم سرزمین و هم مردم رو درون خودش داره و منافع هر دو رو با هم تأمین میکنه و یکی رو جاودان و دیگری رو شادمان و همه رو با هم در یک جا میاره. خیلی متشکرم. در پایان این گفتار اجازه میخوام از شما یک تمنا بکنم. اون این که به این برنامه و به تلویزیون صلح شورای امریکاییان و ایرانیان کمک بکنید. این کمک هم باید فکری باشه و هم مالی. برای این که کمکتون رو به اصطلاح برای ما بفرستید، کمک مالی رو مخصوصا، میتونید به وبسایت شورا مراجعه کنید که تمام اطلاعات ما در اونجا هست و در زیر همین صفحه‌ای که الان دارید میبینید هم آدرسش آمده و ما رو ضمناً از طریق فیسبوک و به اصطلاح میدیاهای اجتماعی دیگه هم میتونید تعقیب کنید. اگر دوست داشتید، که امیدوارم دوست داشته باشید، با ما تماس مستقیم تری داشته باشید، میتونید با شماره 609-252-0088 با ما تماس بگیرید و اگر از خارج زنگ میزنید 201 رو فراموش نکنید. بنده فکر میکنم که این برنامه ارزش کمک شما رو داره. ما امیدواریم ثابت کنیم که اینطوره و امیدواریم که میدونید این برنامه بدون کمک شما نمیتونه بره پیش. من خواهش میکنم که این تمنا رو جدی بگیرید. خیلی متشکرم.